داستان لو رفته رزیدنت اویل 9. سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال گیمر. رسان شدمتون گرم که همیشه کانال خودتون کانال گیمر رسان شدم. اومدیم قبلی که بخوایم راجع به رزیدنت اویل 9 صحبت کنیم، ویدیو رو لایک کنید و حتما کامنت بذارید و کانال تو من سابسکرایب بکنی که قرار خیلی از رزیدنت اویل 9 ویدیو بسازیم چون خیلی نزدیکه. اول راجع به خود داستان صحبت کنم. چیزی که حالا لیکرها و اینسایدرها صحبت کردن مثل که داستان رزیدنت اویل 9 توی یک جزیره است که توی منطقه سنگاپور فعلیه، اوکی؟ و این میتونه خیلی خفن کنه بازیو. یعنی من یادمه یکی از نسخه‌ای که ما توی جزیره بازی می‌کردیم رزیدنت اویل رولیشن 2 بود که بعدی که یه اتفاقاتی میافتاد برای کلر ریدفیلد و دختر بری بورتون، اینا میرفتن توی جزیره، اینا رو میبردن زندانی میکردن، بعد بری بورتون میرفت که حالا دنبال اونا شما با بری بورتون بازی میکردی، با کلر ریدفیلد هم بازی میکردی. رزیدنت اویل رولیشن 2 جز نسخه‌ای که من هنوز نه استریمش کردم، گیم پلیش گذاشتم و حتما این کارو خواهم کرد توی کانال رسان شو. داستان بهتون میگم، اینو من الان نمیتونم بهتون بگم تاییدش میکنم تکذیبش میکنم، اما میتونه جز داستان‌های احتمالی رزیدنت اویل 9 باشه. خب بریم حالا سراغ خود رزیدنت اویل که چقدر احتمال داره که ما نزدیک ریویل شدنش باشیم. یه کانالی هست به نام رزیدنس آف اویل، وقتی این کانال ویدیو میسازه، یعنی معتبرترین کانال رزیدنت اویله، وقتی راجع به رزیدنت یه نسخه از رزیدنت اویل ویدیو میسازه، این مدل ویدیو میسازه، خیلی محتمله که ما مثلا نسخه جدید رو خیلی زودتر ببینیم. ریویل میشه، ببینین، قرار نیست بازی جدیدم منتشر بشه، بازی میره برای سال 2025، چیزی که ما متوجه شدیم، یعنی داسکالم لیک کرد. اما ریویل شدن رزیدنت اویل 9 خیلی از اون چیزی که فکر میکنید نزدیکتره. حالا اینا رو بذاریم کنار، یه خبر دیگه هم جدیدن لیک شده و شایع شده، این که پلیستیشن قراره توی همین ماه می یه دونه مراسم شوکیس داشته باشه. از این ور خب رزیدنس آف اویل هم ویدیو ساخته و خودش هم توی ویدیوش گفته که قراره به زودی ما یک شوکیسی داشته باشیم. البته هنوز اعلام نکرده که این شوکیس شوکیس کپکامه، شوکیس رزیدنت اویله یا شوکیس پلیستیشنه، اما تجربه ثابت کرده که کپکام برای رونمایی کردن از نسخه‌های جدید بازیش میاد توی حالا مراسمات پلیستیشن این کارو میکنه، چون مراسمات خیلی پربازدیدیه و به نظر من هم معقوله که این کار بکنه. و بعد وقتی میخواد یک سری خبرهای تکمیلی بذاره، میاد حالا توی مراسم حالا کپکام شوکیس یا حالا هر کدوم از این نسخه. من یادمه، خدا یادش بخیر، واقعا رزیدنت اویل ویلیج موقعی که خب DLCش هنوز نیومده بود، شادوز آف روز، همون موقع ما میدونستیم که رزیدنت اویل 4 ریمیک قرار بیاد و خب توی یکی از مراسمات پلیستیشن این بازی معرفی شد، جز اولین تیزرهایی هم بود که معرفی شد. خیلی من یادم اشک ریختم. و بعد خب خود کپکام و حالا رزیدنت اویل میمدی مراسم شوکیس میذاشت و از بازی گیم پلی نشون میداد، یک سری خبرهای تکمیلی نشون میداد. این خیلی محتمله که ما توی این مراسم نزدیکی که پلیستیشن داره ما رزیدنت اویل 9 رو ببینیم، یعنی 90 به بالاست اینطور بهتون بگم. خب نظر شما چیه؟ توی بخش کامنت بنویسید که آیا میتونیم ما رزیدنت اویل 9 رو به زودی ببینیم یا نه. داستان شد به این صورت که تو منطقه سنگاپور الان تو یک جزیره قرار ما بازی کنیم. همچنان هم داسکالم گفته که این بازی از سال 2018 در دست توسعه است، میشه گفت جاه طلبانه ترین پروژه کپکامه. و یه صحبتی هم خب حالا اون صاحب کانال رزیدنس آف اویل کرده که نگران از این بازی، چون میترسید که این نسخه شبیه نسخه رزیدنت اویل 6 بشه، چون این بازی خیلی زیاد در دست توسعه است و خب ما یک سری نسخه ها هم داشتیم که دیگه اینا اومده تو این حالا تایمی که بالاخره بازی داشت توسعه پیدا می‌کرد، مثل رزیدنت اویل 2 ریمیک، 3 ریمیک، ویلیج و رزیدنت اویل 4 ریمیک. گفتم میگفت نکنه یک اتفاق چیزی باشه، اتفاق خوبی نباشه برای یه حالا فرانچایز رزیدنت اویل. یه چیزیه من احساس میکنم رزیدنت اویل 0 و 100 50 نداره، یعنی اگه این بازی از سال 2018 در دست توسعه است میتونه یا گند بزنه یا بهترین نسخه رزیدنت اویل بشه. این نظر منه، ولی خب دوست دارم نظر شما رو توی بخش کامنت ها بخونم. این از این خبر رزیدنت اویل 9. و خب حالا راجع به استریما صحبت کنیم. ما رزیدنت اویل 4 ریمیک رو استارت دادیم، دو تا پارت ازش رفتیم،
پارت دو بس استریم قطع شد، شد دو تا ویدیو استریم، ولی خب دمتون گرم. خیلی دوست دارم که نظرتون رو بدونم کدوم نسخه رو دوست دارید براتون استریم بکنم، یا اگه به غیر رزیدنت ایویل بازی دیگه‌ای هم دوست دارید براتون استریم کنم توی بخش کامنت ها بنویسید. و از اینکه همیشه حمایتم میکنید خیلی عشقید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بوس بدم تک تکتون. مرسان هستم فعلا.